هنر آموزان عزیز، اینجا بهنام زمانیان هستم، فرزنده استاد احمد زمانیان که از سازنده های تار هستم. در اسفهان موسیقی رو از سن کودکی نزد پدرم آموختم و بعد وارد هنرستان موسیقی اصفهان شدم و همکنون هم دانشجوی رشته موسیقی تهران هستم. ساز تار یکی از سازهای قدیمی ایرانی هست و تقریبا اصلی ترین ساز ایرانی هست و نمونه های این ساز تقریبا در قسمت های از آذربایجان و قسمت های از ترکیه وجود داره، ولی به این شکل نیست. تقریبا کاسیانی یکم فرمش فرق میکنه ولی بهش میگن تار و تقریبا تکنیکاش شبیه به همینه، مزرابی و انگوش گذارش هم همینه ولی شکل و اون لحجه نوازندگیش فرق میکنه. تار از سه قسمت اصلی تشکیل شده: کاسه که خود کاسه از دو قسمت، دهانه ناقاره و خود ناقاره و دهانه کاسه. قسمت دوم دسته اونه که بر روی اون پرده ها قرار میگیره و انگوش گذاری انجام میشه و قسمت سوم قسمت انتهایی اونه که بهش میگن قسمت پنجه که روی پنجه گوشی ها قرار میگیره. تمام سازها از جمله تار تعداد گوشی ها تناسب داره به نسبت تعداد سیم هایی که روی هر سازی وجود داره. تار 6 تا سیم داره، به همون نسبت هم 6 تا گوشی داره که بر روی پنجه قرار میگیره. پوست قسمت روی تار از پوست بره است که استفاده میکنن و قسمت های سفیدی که روی دسته هست از استخوان پای شتره که از اون استفاده میکنن. قسمت دیگر تار شیطانک هست که از جنس شاخه بوچه کوهیه و کار این شیطانک جهت دادن سیم ها از روی دسته به سمت گوشی های هست. قسمت دیگر خرک هست که کارش انتقال دادن لرزش سیم ها و صوت از سیم به پوست و از پوست به کاسه ساز و به وجود اومدن صوت. یک قسمت کوچیک‌تر هم داره به این قسمت که بهش میگن سیم گیر تار که از اسمش پیداست، کار گرفتن سیم و گیر افتادن سیم در انتهای ساز رو داره. نوع پرده بندی بر روی این ساز دو نوع پرده بستن، دو نوع پرده بندی داره، یکی 25 تایی و یکی 28 تایی که معمولش 25 تاییه و بیشتر از نوع 25 تایی استفاده میکنن. جنس کاسه تار از جنس چوب توته و جنس دسته از جنس گردوه. سیم ها دو تا سیم اولش بیشتر از جنس فولاد استفاده میکنن، آلیاژ فولاد، دوتای وسط از آلیاژ مس و دوتای آخر هم ترکیب از این دوتا استفاده میشه و تقریبا میشه گفت دیگه تقسیم بندی ساز از لحاظ نوع مسالهی که استفاده کردن تقریبا از همه اینو مساله استفاده شده، چه طبیعی چه مصنوعی. و این ساز مادر سازهای ایرانی هست به خاطر قدمت و اصالتی که داره و بیشتر هم ساز کویریه به خاطر اینکه بیشتر اون مسالهی که استفاده شده بیشتر در هوای خشک و گرم کارایی داره. مثلا اگه شما این ساز رو ببرین در قسمت‌های مرطوب مثل قسمت‌های شمال کشور، به خاطر اینکه ساز پوستی هست ممکنه این رطوبت بر روی پوست اثر بذاره و پوست ساز ول کنه یا به اصطلاح شل بشه و ممکنه صدای ساز خراب بشه. پس بهترین حالت نگهداری ساز در منزل اینه که شما این ساز در جایی که خودتون راحتین، یعنی نه خیلی رطوبت زیاد باشه، نه خیلی گرم باشه و نه خیلی سرد باشه، بعد یه جایی معتدل باشه و حد الامکان از رطوبت به دور باشه این ساز، به خاطر اینکه ساختمان این ساز جوریه که با رطوبت زیاد سازگار نیست و ممکنه صدای ساز شما خراب بشه.